با یکی دیگه از برنامه های جربوزه، من زهرا سروش به همراه روانشناسان خوبمون خانم دکتر فوجان زینی و آقای دکتر سیامک منجزی هستیم. در هفته گذشته و یا برنامه گذشته صحبت شد راجع به استرس، استراب و انزایتی و ما رو رها کردن در یک اقیانوسی که واقعا خودمون هم نمیدونستیم که در کجای کار هستیم. امروز خواهش کردیم ازشون که راجع به اثرات این استراب، استرس روی مغز ما و بدنمون برامون صحبت هایی رو داشته باشن تا بتونیم استفاده ببریم. در خدمتون هستیم. خواهش میکنم. بله، در برنامه گذشته راجع به اصولا اینی که چجوری استراب رو تعریف میکنیم، چجوری بر مبنای مشاهدات خودمون از کسی که به ما مراجعه میکنه اصولا شناسایی میکنیم و تعریف میکنیم که آیا این فرد رفتارش سالمه، رفتارش ناسالمه، چقدر ناسالمه و چقدر در زندگی مشکل داره و تا چه حد باید بهش کمک کرد، آیا احتیاج به مدیکیشن داره، آیا احتیاج به تریتمنت داره، و به هر حال تعیین کننده اینه که فرد در چه شرایطی به لحاظ رفتار مثلا غیر نرمال که البته استفاده نمیکنیم، بلکه رفتار دیسفانکشنال قرار داره تا براش درمان رو تعیین بکنیم. خب ببینید، این در حقیقت غیر معمول. بله، غیر معمول. خب اینجا هفته گذشته در برنامه قبل در واقع خانم دکتر زینی به یه مطلب خیلی جالب اشاره کردن و گفتن که مثلا بچه‌ای که در یک محیطی زندگی میکنه که توش دعوا مرافع و بگو مگو زیاد هست، این بچه وقتی که وارد یک محیط دیگه میشه اول براش اون محیط غیر معمول، غیر متداوله، براش عجیب غریبه و این رو ما از بچه‌ها معمولا خیلی تو کار درمان میشنویم که محیط خانه که درش زندگی میکنن اون محیط براشون یک حالت نرمال رو پیدا میکنن. این در حقیقت در شرایط آرامش تازه بیشتر مضطرب میشن، نمیدونن باهاش چجوری چون ناشناخته است. بله، نمیدونن چجوری باهاش مقابله بکنن. خب حالا ما اگر داریم راجع به بچه‌ای صحبت میکنیم که از ابتدای تولد تا فرض بکنید دوره نوجوانی در خانه‌ای زندگی کرده که توش تشنج و درگیری به مسئله زیاد هست، یعنی زمینه ایجاد استراب یا اصطلاحاً اکسسیو وری یا نگرانی بیش از حد به علاوه علائم دیگه استراب در این فرد وجود میاد، خب سوال اینه که در شکل گیری و شبکه بندی سیستم عصبی این بچه چه اتفاقی داره میفته، چون تمام اتفاقات داره بالا میفته. شما یه نکته خیلی جالبی رو گفتید، گفتید این بچه فرض کنید اگر میره توی یک محیط دیگه، محیط براش ناآشناست و نمیدونه چجوری واکنش نشون بده و این بچه در خیلی جاها تمایل داره در و یاد گرفته که در مقابل استرس مثلا داد بزنه، مضطرب بشه، گریه بکنه یا علائم دیگه ای نشون بده. یک اتفاقی باید در شکلگیری و شبکه بندی سیستم عصبی این بچه از تولد به بعد افتاده باشه که یک همچین شرایطی رو داشته باشه که علارغم اینکه افراد به ما مراجعه میکنن و میگن که ببینید من از این زندگی خسته شدم، از اینکه دائم مضطرب باشم، از اینکه دائم نگران باشم، واقعا از اینکه آرامش نداشته باشم خسته شدم، هر کاری میکنم نمیتونم به خودم آرامش بدم، نمیدونم چرا، نمیدونم چه کار بکنم، یعنی کنترل خودم روی فعالیت سیستم عصبی خودم که شامل حالا دو بخش کانشسنس و ساب کانشسنس میشه که حالا روی صحبت میکنیم، زمین خودآگاه و ناخودآگاه هست، در واقع خودآگاه ما و غیر خودآگاه ما آن کانشس رو استفاده نمی کنیم چون فرویدیان صحبت نمی کنیم، میگیم ساب کانشس، یعنی قسمت خودآگاه یا همین حافظه فعال یا ورکی مموری ما و قسمتی که در واقع بهش آگاهی نداریم، قسمتی که برای خودشون کار خودشون رو انجام میدن، مثلا زمانی که ما شب خواب میبینیم ما کنترل روش نداریم، ساب کانشس ماست که داره این کارها رو میکنه. خب در شبکه بندی مغز از زمان تولد چه اتفاقی میفته؟ تا جایی که در واقع استراب در زندگی یک شخص میشه یک هبیت و میشه یک عادت. سوالی که پیش میاد اینجا اینه که ما با این عادتها که داریم زندگی میکنیم و افسار زندگی ما یا امان زندگی ما بیشتر در دست ضمیر ناخودآگاهمونه و درصد کمیش در دست ضمیر خودآگاهمونه و خیلی سخت کار کردن روش. یه فرد چی کار میتونه بکنه که کمک به خودش بکنه که این استرابش کمتر بشه؟ سه نوع تقریبا روی این نگاه میکنیم. یکی زمانی که استراب به وجود اومده به خاطر اینکه این شبکه ها جوری درست شده که اولین عکس العمل اون استرابه و اینه که این استراب ممکنه به مسائل ناشناخته به وجود بیاد که همیشه وقتی یک چیزی برای ما جدیده استراب ما رو به وجود میاره. وقتی که استراب به وجود میاد قاعدتاً اون
سیمپاتیک سیستم شروع میکنه برای 90 تا مواد شیمیایی میریزه توی بدن که بدن آماده بکنه برای اینکه فرار کنه، برای اینکه حمله کنه، برای اینکه مقابله کنه با مسئله. در اینجا سیستم شروع میکنه اکتیویت شدن و داره خودشو آماده میکنه. معمولا وقتی که نگاه میکنین به حیوانات، این اتفاق که براشون میفته بعد از مدت شروع میکنن از سیستمشون رها کردن، میدونن میلرزن تا رها میکنن. ما انسان ها معمولا این کار رو انجام نمیدیم، در اینجا این میمونه توی بدن ما، تمام این ماده های شیمیایی میمونه. درجه وقتی که این اتفاق میفته چه کارهایی هست که میشه آرومش کرد؟ مثل مدیتیشن، مثل یوگا، مثل ورزش، نفس‌های عمیق کشیدن. دکتر الان شما دارید نفس عمیق کشیدن، نفس عمیق شکمی کشیدن، احتیاج داشتین ها. بله، اینها آرامش میده به بدن و یادآوری میکنه به بدن و مغز که ایت اوکی، الان امنه و مسائل درست میشه. قاعدتا اگر یوگا یا مدیتیشن رو، ورزش رو شما زیادتر انجام بدین، هر روز انجام بدین، سیستمتون عادت میکنه که یک، اون تحملی که داره رو بیشتر بکنه، و دو اینه که سریعتر خودش رو عادت داده که آرامش پیدا بکنه. پس این یک قسمت. یک قسمت دیگه اینه که از نظر مغزی افکاری ما برامون به وجود میاد که این احساسات رو به وجود میاره. پس نگرشی به اون افکار که چجوری اون افکار، این شبکه هایی که به وجود اومده با همون افکار هم مهرموم شده و به خاطر همین چجوری این افکار در فضای ناخودآگاه اول غلبه میکنه، بعد تازه ما بهش حضور پیدا میکنیم، میگه ای تشویش استراب دارم، از کجا داره میاد، چه نوع فکری رو کردم، آیا این فکر درسته نیست، با واقعیت چک میکنم، ریالیتی چک، و بعد اینه که چه کار میتونم راجبش بکنم، میتونم کنترل کنم، نمیتونم کنترل کنم، و چه عملی رو انجام بدم. پس این هم قسمتیه که از نظر فکری میتونم تغییرش بدم. قسمت سوم اینه که اگر که دیدم که این مسئله تشویش و استراب بیشتر مسئله ارگانیک و کیمستری، کیمیکال بدن منه که همیشه تحملم کم بوده، همیشه خانواده مثلا این انگزایتی رو داشتن، تشویش و استراب همیشه داشتن، آیا میتونم در کنار روان درمانی و یاد گرفتن به اینا دارو درمانی هم انجام بدم و بتونم اون رو کاهش بدم؟ که تو دارو درمانی هستش انتای انگزایتی ها هست و یا گروهی هستن که انتای انگزایتی و انتای دیپرسنت با هم هستش که میتونم اون رو استفاده کنه. از سه نوع در حقیقت در کنار اون میریم که ببینیم چه مسائلی وجود داره. دوست دارم آقای دکتر، متشکرم ازتون خانم دکتر، راجع به نورو فیدبک و بایو فیدبک هم برای جلوگیری از استرس، یعنی منظورم کارهای جدیدی که داره انجام میشه و قبلا انجام نمیشده برای پیشگیری از استرس صحبت بفرمایید. کارهای جدیدی که داره انجام میشه خوشبختانه به خاطر تحولاتیه که در نوروساینس یا علم علوم مغزی در واقع داره اتفاق میفته و این تحولات روز به روز داره بیشتر میشه. خوشبختانه ما الان میتونیم تشخیص های خیلی خوبی از روی پترن یا الگوهای امواج مغز افراد بدیم، مثل در همین زمینه استراب افسردگی یا فرض کنید ADHD. همچنین فانکشنال MRI، در واقع MRI که فعالیت فیزیولوژی مغز رو با شناسایی پیدا کردن میزان فعالیت اکسیژن پیدا میکنه، میتونیم اون رو هم تشخیص بدیم. و الان فانکشنال MRI تحقیقاتش کار فوق‌العاده‌ای داره میکنه در رابطه با همین شناسایی، اینه که واقعا تجربیات زندگی چه تأثیراتی روی شبکه بندی سیستم عصبی میذاره و چرا اینقدر کار رو مشکل میکنه برای افراد وقتی که همونطور که شما گفتید مثلا یک زمانی که دیگه استراب جای پای خودش رو محکم کرد توی سیستم عصبی، رفت توی اون بافتای سیستم عصبی و به همین سادگی ولکن معامله نیست. چجوری واقعا میشه باش دیل کرد؟ و برای که بدونیم بعد اول واقعا بفهمیم چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی الان داره میفته و ما چجوری میتونیم فعالیت سیستم عصبی رو تغییر بدیم. ببینید، عادت ها بر اساس تکرار اتفاق میفتن. مغز ما این عادت رو داره، یعنی این گرایش رو داره که هر فعالیتی توش هرچی بیشتر انجام شد اون فعالیت رو بیشتر تشویق میکنه. حالا اون فعالیت میخواد در جهت مثبت باشه و در جهت منفی باشه. به چه صورت؟ به این صورت که یه مثال بزنم. یه تحقیق شده بود در راننده های تاکسی در شهر لندن، در قسمتی از سیستم عصبی که نویگیشن یا پیدا کردن جهت رو کنترل میکنه،
متوجه شدن در اون قسمت مغز این افراد سلول هایی که تغذیه میکنن سلول های عصبی رو، سلول های تغذیه کننده یا حامی سلول های گلیا، در واقع تعدادشون دو برابر کسانیه که راننده تاکسی نیستن در اون منطقه. به همین شکل کسانی که دچار PTSD هستن، به خصوص کسانی که در وار PTSD در منطقه جنگی بودن و دچار PTSD یا پست تروماتیک استرس دیسوردر میشن، دیده شده در قسمت‌های سیستم عصبی این افراد همین اتفاق افتاده. باز قسمت‌هایی که فعالیت در واقع فعالیت منفی، یعنی چی؟ یعنی مثلا دلا تحقیقات نشون میده چرا یک کسی که دچار استراب خیلی شدیده یا PTSD فرض کنید که از انواع استراب، اینقدر استراب هم ما میگیم هایپر ویجلنته، اینقدر دائم هوشیاره، یعنی یه جانش سوا دائم نگرانه، میخواد ببین نکنه الان اتفاقی میفته. واقعا چه اتفاقی داره میفته در سیستم عصبی این شخص؟ سلول ها و شبکه هایی که در واقع دارن سیگنال های خطر رو، اینه که تو در خطر هستی، مواظب باش، حالا ممکنه برات اتفاقی بیفته، اونها به خاطر اینکه خیلی فعال هستن و به خاطر اینکه خیلی تغذیه میشن به وسیله سلول های تقویت کننده، اونها در واقع آماده هستن برای فعال شدن. در حقیقت اینجا نتیجه میگیریم که خیلیش همونطوری که خانم دکترم گفتن ناخودآگاهمونه. یعنی ما چه کار میتونیم بکنیم که غلبه بکنیم بر ضمیر ناخودآگاه؟ آیا عادت ها رو چطور تغییر بدیم، افکارمون رو؟ چون از نظر تعریف همه رو ما قبول داریم، بله، ولی از نظر عملی منی که مضطربم چه کمکی میتونم بخوام؟ ببین چه جوری اصلا یک مطلب از خودآگاه میره به ناخودآگاه. مثلا شما روز اولی که دارین رانندگی میکنین، همه چی خیلی حضور دارین، توجه دارین، خودآگاه هست، هست، آگاهین، خودتون آگاهین به هر شرایطی، درسته؟ درست. لحظه به لحظه مسئله رو دارین نگاه میکنین، وقتی دارین یه غذای جدیدی میپذین، درسته؟ لحظه به لحظه میدونین چی کار باید بکنین، چی باید بذارین، میچشین و و و و بعد از اینی که مغز عادت میکنه به این مسئله و فکر میکنه که بلدم دیگه، میدونم، بعد پرتش میکنه یک جایی، میگه تو برو اتوماتیک کار خودتو بکن که من برم بقیه چیزا رو یاد بگیرم. پس یک زمانی ما حضور داشتیم، اون حضور ما یک سری سکیلز و مهارت رو یاد گرفته، به خاطر اینکه میخواد جدید یاد بگیره اندازتش توی ناخودآگاه که سیستم اتوماتیک، درسته؟ وقتی میگیم ناخودآگاه یعنی سیستم اتوماتیک، درست. خب فکر کنین همه این پرونده ها بایگانی شده و هر کدومش مثل سیستم، حالا نه مثل کامپیوتر، ولی چون دوستان آشنان با این مسئله، اینه که همه چی کد بندی شده. شما دیگه هر لحظه که کامپیوترتون روشن میکنین همه کدا رو که نباید بنویسین، چون کد بندی شده، خودش داره انجام میده. همین رو در نظر بگیرید. بعد چطوری ما میتونیم ناخودآگاهمون رو در حقیقت بهش آگاه بشیم؟ به اینکه بهش توجه بکنیم. دو تا سه تا مسئله است دیگه، یکی چهار تا مسئله است، یکی افکارمونه، یکی احساساتمونه، یکی فیزیولوژی بدنمونه، یکی هم اعمالمونه. ما چهار تا در داریم، از هر کدوم از این چهار تا میتونیم برگردیم نگاه کنیم که الان این این حرکتی که من دارم انجام میدم، این حرکت فکر پشتش چیه، احساسش چیه، این احساسو کجای بدنم دارم تجربه میکنم و چه جوری دارم عمل میکنم. بعد آگاه میشم از اون قسمتی که برسات مثل یه پرونده رو رفتین از بایگانی کشیدین بیرون و نگاه کردین. حالا میتونیم بریم نگاه کنیم که از کجا این پرونده رو اصلا به وجود آوردین، شبکه‌هایی که گذاشتین که به این پرونده چه جوری باشه رو به وجود آوردین. و به خاطر همینم هم هست که خیلی موقع در روان درمانی ما آینه ای میشیم، در حقیقت فضایی رو به وجود میاریم که حضور اون شخص پیدا بکنه به ناخودآگاهی که براش شاید کار نکنه، وگرنه خیلی سیستما داره کار میکنه و میذاریم کار خودشو انجام بده. ولی وقتی میبینیم یک عملی داریم انجام میدیم، یک احساسی هست، یک افکاری هست که خودشو تبدیل میکنه به اعمالی که کاربرد نداره برامون، یعنی مثل اینکه انقدر یک نوع فکر به خصوصی یا یک عمل به خصوصی، حالا چرا میگم عمل؟ برای اینکه کسانی هستن که مکررن به خاطر عادت به یک نوع ارتباطات مختلف یا یک نوع حرکات مختلف خودشون رو باز میندازن در موقعیت هایی که دوباره همه این سیکل اتفاق میفته، مثل کسانی که معتاد هستن، مثل کسایی که قمار بازی میکنن، مثل کسایی که تو رابطه های بد میرن، مثل کسانی که هی ممکنه برن سر کار دعوا میکنن با رئیسشون، هی بیا بیرونشون میکنن یا خودشون ول میکنن. میبینین یک نوع تفکر به خصوص یا یک نوع احساس به خصوص اونها رو عادت داده به یک رفتار به خصوص که دوباره دراما رو هی به وجود میارن. و بعد نگاه میکنه میبینه چرا من همیشه تشویش و استرابم زیاده، چرا همیشه این اتفاق بر من میفته. و اونجاست که برمیگردیم و
حضور پیدا میکنیم که این شبکه ها از کجا داره میاد، شبکه های ناخودآگاه رو نور بهش میندازیم و اونجا موقع تصمیم گیریه که آیا میشه این شبکه رو عوض کرد، که میشه، تحقیقات نشون داده که میشه، نوروپلاستیسیتی مغز هم نشون داده میشه، ولی باید رفتار عوض شه، افکار عوض شه، در کنار اون مکررن احساس عوض میشه و وقتی این کار رو مکررن انجام دادنه که اون وقت نوروپلاستیسیتی و شبکه های مغزی هم شروع میکنه تغییر پیدا. در حقیقت باید کمک گرفت یا اینکه خود فرد هم با وجود داشتن این نوع اطلاعات و این نوع برنامه ها و داشتن اطلاعات از طریق اینترنت میتونه کمک به خودش بکنه؟ چند درصد شخص خودش میتونه کمک کنه و تا چه حد باید از یک روانشناس؟ سوالتون خیلی جالبه. میدونید چرا؟ به خاطری که اصولا در روانشناسی اولین چیزی که ما در من یادم در دوره فوق لیسانس در اولین کلاس کانسلینگمون کتاب رو که باز کردیم، اولین جمله‌ای که معمولا میخونیم میگه که Our job is to help others help themselves. یعنی کار ما اینه که به دیگران کمک کنیم تا به خودشون کمک بکنن. اما نکته اینه که آیا میدونن چجوری به خودشون کمک بکنن یا نه. تجربه کار من نشون داده که خیلی از افراد خیلی چیزها رو خودشون متوجه هستن. یعنی وقتی که میان پیش ما باهاشون صحبت میکنید خیلی چیزها رو متوجه هستن. افرادی که حالا 40 سال 50 سال زندگی کردن، خودشون آدمای حالا تحصیل کرده ای هستن، به هر حال مطالعه‌ای دارن، به خود نسبت به خودشون آگاهی دارن و بررسی میکنن، به هر حال خیلی چیزها رو ممکنه متوجه باشن. خیلی وقتا هست ما با افرادی مواجه میشیم که اطلاعات ندارن. وقتی بهشون اطلاعات میدیم، همون دادن اطلاعات میتونه تا حدی براشون کافی باشه. اینا درصد کمی هستن در کار درمان. بیشتر مواقع افراد در ممکنه در این حالی که تا حدی اطلاعات دارن و میدونن مشکل دارن و باید خودشون تغییر بدن، همیشه سوالشون از ما اینه که من نمیدونم چرا نمیتونم کار بکنم، میخوام شما به من کمک بکنید. یعنی افراد میان میخوان از دهن شما، از زبان روانشناس یک چیزی رو بشنون که بهشون کمک بکنه. خیلی وقتا متاسفانه این وابستگی به روانشناس به حدیه که افراد فکر میکنن در همون یکی دو سه جلسه که اومدن برای کار درمان، همون دو سه جلسه میتونه کافی باشه تا مشکلاتشون برطرف بشه. و معمولا همین افراد هستن که گاهی وقتا بعد از دو سه جلسه میبینید چون یه خورده میان صحبت میکنن، یه خورده خودشون ریلیس میکنن، حالشون بهتر میشه، اطلاعات بهتری میگیرن، افکارشون منسجم میکنن، فکر کنن کافیه و دیگه ادامه نمیدن تا دوباره مسائلشون در واقع دوباره برمیگرده. موضوع اینه که در کار درمان من شخصا فکر میکنم ما یک شورتر گول داریم، یک هدف کوتاه مدت داریم، یک هدف بلند مدت. هدف بلند مدت همون چیزی که شما در واقع فرمودید، تغییر افکار و دیدگاه افراد نسبت به زندگی. یعنی اون دیدگاه رو کنار بگذارن تا بتونن با زندگی در واقع کنار بیان. دلیلی وجود داره که وقتی شما دائم میشینید پشت فرمون، شروع میکنید رانندگی کردن، از همون اول در ذهن خودتون دائم به راننده دیگه بد و بیراه میگید. یه دلیلی داره، یه چیزی شما عصبانی هستید، یعنی خشم. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که من به طور متداول در افراد دیدم، به خصوص در آقایون، خشمه. من ایشون فهمودن که خشم هم یکی از علتهاش همین میتونه استراب باشه. استراب و خشم با استراب و افسردگی رابطه خیلی نزدیکی داره. آقایون من فکر میکنم ماها بیشتر استراب و افسردگی خودمون رو شاید از بیشتر از خانم ها به صورت اگریسیو و از طریق خشم بروز میدیم، چون که به قول معروف بهمون هنوز در ظاهر قدرت میده. یعنی وقتی شما داد بیداد میکنید باقی میرن کنار. ولی چرا آمارها داشتنشون تشویش میاره؟ ولی آمارها چرا برعکس نشون میده که مثلا خانم ها بیشتر دچار استراب و استرس هستن؟ امروز من اتفاقا توی اینترنت داشتم میخوندم که یکی از تحقیقاتی که اومده، دانشگاه میشیگان مثل که اومده، میگفتش که آقایونی که تشویش و اضطراب دارن، خطر اینی که سرطان بگیرن زیادتره. و بعد میگم خب چرا این حرف داره زده میشه؟ بعد وقتی داشتم میخوندم گفته بود برای اینکه خیلی از آقایون وقتی که تشویش و اضطراب دارن از خشمشون استفاده میکنن، بعد از خشمشون استفاده میکنن کارهایی رو انجام میدن، مثل غذا خوردن بعد، مثل مواد مخدر، مثل الکل، مثل رفتارهایی انجام میدن که بیشتر به بدنشون صدمه میزنه. و چون نمیرن پیش دکترشون و راجع به این مسائل زیاد صحبت نمیکنن، این موارد درونشون میمونه، رفتارهاشون به بدنشون بیشتر صدمه میزنه. خانوم ها حرف زیادتر میزنن،
دکتر زیادتر میرن، با هم صحبت بیشتر میکنن، در نتیجه با اینی که تشویش استرابشون یکسان ممکنه باشه با آقایون حتی بیشتر باشه، مدل رها کردنش هم بیشتره. پس ما باید اینجا عذرخواهی بکنیم از شما، سالم‌ترم هست. ما دوتا خانم بیشتر داریم صحبت میکنیم، دیگه باید از شما عذرخواهی بکنیم تو برنامه جربوزه. تمام این حرفا زده میشه و استفاده میشه از این عزیزان، از صحبت‌ها و تجربیاتشون، برای اینکه ما یاد بگیریم چگونه کمک به خودمون بکنیم که در آرامش به سر ببریم، هدفی که همه انسان‌های روی زمین دارن. ولی اینقدر عوامل زیاده برای به وجود آوردن استراب که عواملی که آرامش رو به وجود میارن خیلی کمتره و باید تولیدات داخلی وجودمون باشه. از بیرون الان دنیایی هستش که واقعا کمک ما نمیکنه، نه خبرها، نه جهان، نه اتفاقاتی که میفته و وراثت، همه اینها داره دست به دست میده که اذیت کنه. ولی ما چقدر باید قدرتمند باشیم از درون و چقدر باید از روانشناسان استفاده بکنیم، چقدر از صحبتها و برنامه‌های مفید استفاده بکنیم که بتونه درون ما رو به آرامش برسونه. و هیچ چیزی هم، من همیشه میگم قو، همین پرنده زیبای سفید رنگ رو من خیلی دوستش دارم، چون وقتی که میره زیر آب و میاد بیرون، به قول فرمایش شما، خودشو تکون میده، همه استرسش میریزه و در ضمن در امواج، یعنی قوی ترین امواج دنیا زندگی میکنه، ولی آرامش خودش رو حفظ میکنه، اون تو وجودشه. من دوست دارم که انشالله در برنامه‌های آینده صحبت بشه از شورتکاتی که شما میدونم مؤسسش بودین و برای استفاده کردن، چون اکثر ماها ناراحتیم از این که وقتی میریم پیش روانشناس یک سال، دو سال، یه عالم ما رو میبرن میارن. آیا راهی هستش که بتونه راحت تر باشه و کمک ما بکنه؟ فکر کنم دقایقی بیشتر فرصت نداریم که صحبت‌های شما دوتا عزیز رو به طور خلاصه بشنویم و بقیه‌اش رو موکول کنیم به برنامه بعدی. مقدار زیادی از تشویش و استراب همونطور که صحبت کردیم موارد روزمره است و در نتیجه وقتی که در کنار اون هم یاد میگیریم که روز به روز، ساعت به ساعت چجوری رها کنیم خودمونو از استرسی که تو بدنمون میاد و از تشویش و استرابی که تو بدنمون میاد، خب قاعدتا تحمل ما رو بالاتر میبره. این قدم اوله. بعد از اون مشخصا نوعهای دیگه یه تشویش و استراب که برای ما هست و ممکنه بیمارگونه باشه، بریم کمک بگیریم. واقعا احتیاج نیست که اضافه بر درآمد اینها رو در وجود خودمون نگه داریم. بریم راهاش رو یاد بگیریم، تکنیکاش رو یاد بگیریم که رها کنیم. بله، ببینید، من فکر میکنم یکی از مواردی که افراد باید بهش توجه بکنن وقتی میخوان با استرس روانی خودشون مقابله بکنن اینه که این استرس روانی بر مبنای عادت و در طول زمان به وجود اومده. بنابراین بر اساس یک برنامه ریزی مشخص از بین میره. حالا تکنیک های مختلف و روش های مختلف درمان بر مبنای نظریه های مختلف خود طول های مختلفی دارن. مثلا قدیمی ترینشون میتونیم بگیم سیستم فروید بود که سالها باید که میرفت مثلا هفته دو دفعه یا سه دفعه در هفته میرفت تا میخواست درمان میشه. بنابراین گرایش افراد کاملا الان میشه منطقی به روش های درمان کوتاه مدت تر، به خاطر اینکه زندگی داره دائم شلوغ‌تر میشه و داره ما رو مشغول‌تر نگه می‌داره. بنابراین روانشناسی هم چاره‌ای نداره، خودش رو باید هماهنگ بکنه با این سیستم زندگی مردم تا بتونه بهشون سرویس بده. سپاسگزاریم از حضور شما دو تا عزیز، تا برنامه دیگر.